شما وعده دادیم که ما از دکانداران این شهر هم سوالاتی داریم و حال در کنار ما یکی از دکاندارا هست و از اینا میپرسیم که چقدر راضی است از شهر جدید بامیان. میشه خود از ما معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام از من محمد حسین، یکتن از دکاندارای شهر نو ولایت بامیان. میشه از ما بگویید که چقدر راضی هستین از این شهری که تازه در بامیان جور شده و بازار کنخ تقریبا کم کم کنش؟ ای اولین دکاندار که در شهر نو دکان جور کردم و خودم هستم و دکانم نام چرا به نام بنیاد شهر ماندیم، به می خاطر که اولین دکان جور کردیم و فعلا که کار خوب است. نظر در بازار کده همینجا مشتری های از ما به خاطر که یک ذره شلوغ کم است و پارکینگ مارکینگ یک ذره خوبتر است، مشتری های می و موتر خود آزاد استاد میکنه و می و سودای خود میخره. نظر در بازار کده همینجا مراضی هستم. یعنی نسبت در بازار کنه بامیان، شهر جدید بامیان خیلی خوب است؟ خوب است، ولی چندین مشکل هم وجود داره در شهر نو بامیان. اولی که آب نداره، کمبود آب و دیگه از او گذشته باز پارکینگ در کل نداره و سرای که مثلا موتورا پارک کنه و داینده ها که اینجا شهر شوه و گیروبار زیاد شوه و یک جایی که تمام موتورا پارکینگ شوه و دیگه شو تو یک جایی نداره. خب این شهر جدید بامیان چقدر مفید است برای مردم بامیان و چی تاثیر برای روی اقتصاد مردم بامیان داره؟ والا این شهر خود در کل جای هر جایی که جابات شوه شهر مفید واقع میشه، مفید واقع میشه و به او خاطر و دیگر دکانهایی که در اینجا جور شده نظر در دکانهای سابق بسیار تغییرات وجود داره. دکانها کاملا استاندارد پخته دیگه از نظر دیگه موش و دیگه و دیگه چیزا نیه، خاکبات و دیگه به حساب شهر کنه که بود خود کاملا چی هست، نه خامه هست، موش در اونجا خاک هست، سودا هم به حساب یک لخم پر خاک و دیگه و دیگه اینجا که هست. اگه الحمدلال شما میگرین که اینجا سودا از ما مثلا بسیار پاک هم هست، منظم هم هست و دیگه موش خوردگی و دیگه و دیگه صد خونه خصوصی گپا رو نداره. در قسمت ازی بگوین تا به حال چند دکانی که در شهر جور شده و آمدین دکانداری را شروع کردین، آیا این قسمت یا بخش هم شده؟ مثلا یک بخش از این شهر ترکار فروشی باشه، یک بخش میوه فروشی باشه، یک بخش لباس فروشی؟ آه این توصیه فندی که باشه خوب بسیار خوب است، سنفندی باشه، هر چیز مشخص باشه، خوراک فروشی مشخص باشه، به حساب سیمساری مشخص باشه، ترکاری مشخص باشه، این بسیار خوب میشه داینده اگر جور شد. بله بله. خب همین دیدگاه مردم چی است وقتی که مشتری هایتان میه پیشتان؟ آیا سوال میکنه که شما راحت هستین، راضی هستین از این شهر، یا دیدگاه از اونا در باره شهر چیست؟ والا دیدگاه مشتری هایم کاملا مثبت است، نظر در این شهر کنه اینجا مثبت است. وقتی که من میگرم پاک صفا و هم خوشحال است و من خوشحال هستم که وقت مشتری خوشحال بود طبعا دکاندارم خوشحال است. از نگاه برق و اصحاب گفتین برق و بدر رفت زنا بگوین چقدر استاندارد است، آیا راضی هستیم؟ نه از آب و برق فعلا اصلا راضی نیستیم، به حساب نه برق وجود داره فعلا اینجا و نه آبی نل. آبی نل هم است بسیار قیمت بالا، مثلا مو یک متر آب یعنی مال میخریم 70 روپیه، 70 افغانی بورم که به حساب دزوری برق و دیگه و دیگه چی نمیشه. نه این خو از کوی بابا مثلا این پایپ کش کده و در اینجا ورده میتر 70 رو پسر مردم مفروشن و این قیمت را کس پرداخت نمیتنه. باید آینده ای که اینجا به خیر شهر شوه باید قیمت او پایین بیا و دیگه برق بیا که یک شهر کاملا استاندارد داشته باشیم. تشکر از سی بازی که وقت رو در اختیار از ما خوش آمد. خیلی خوشحال هستم. سلامت باشید. بیننده های گرامی، شما نظریات مردم را دیدین و نظریات مختلف بود، یک تعداد از مردم ناراضی بود، یک تعداد راضی بود، ولی به نظر خودم که اگر هرچی باسازی در شهر بامیان شوه اجاز شوه مردم هم قصد کار و فعالیتشان بیشتر میشه. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خداوندی پاک بنیاز میسپاریم. وقتتان خوش. خداوندی یار و نگهدار.